از چند سال قبل و به ویژه در یک سال اخیر دلالان حوزه خودرو و لوازم یدکی از یک سو روغن‌های استفاده شده موتور را برای مصرف دوباره تصفیه می‌کنند یا مایعی مشابه روغن را با بسته‌بندی ماهرانه با نام برندهای معروف در کارگاه‌های شهری می‌سازند و روانه فروشگاه‌ها و تعمیرگاه‌ها می‌کنند. و از سوی دیگر قطعات دست دوم یا تقلبی خودرو را در بسته‌بندی های همشکل با برند اصلی به نام قطعات یدکی اصلی خودرو به مصرف کنندگان می فروشند. شاید بتوان تنوع محصول و گستردگی قطعات در این صنعت را یکی از عوامل ورود بی‌رویه روغن ها و قطعات یدکی تقلبی دانست. اما افراد آشنا به این حوزه مهمترین مشکل را نبود نظارت درست از سوی متولیان می دانند. در این شرایط نه تنها آسیب‌های مالی فراوانی به دارندگان خودروها وارد شده، بلکه بررسی‌ها می‌گویند استفاده از قطعات غیرمجاز و تقلبی آمار تصادف‌های منجر به مرگ را در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 31% افزایش مواجه کرده است. همه تصادفاتی که در جاده داره ایجاد میشه همه خواب‌آلودگی نیست. متاسفانه خیلی از این مشکلات بر اثر بیکیفیتی قطعات یدکی هستش. نظارت ها به نظر من اشکال داره و کم هست، جوابگوی بازار نیست. متاسفانه ما نامه زدیم ولی هیچگونه جواب درستی رو به ما داده نشده. همیشه هم تصمیم که گرفتن پشت درهای بسته تصمیم گرفتن. ما تو بخش قطعات یدکی تقلبی فوق‌العاده مشکل داریم. متاسفانه هیچ نظارتی در بازار نیست. شما مراجعه بکنید به بازار چراغ‌برق، متوجه خواهید شد که هر کی هر قطعه رو با هر کیفیتی داره میفروشه و هیچ نظارتی در اون بخش نیست. در جوامع دیگر وقتی که میخواد یک شغلی ایجاد بشه، اول میرن مجوز میگیرن، بعد واحد صنفی تأسیس و باز میشه. ولی در مملکت ما حالا نمیدونم ضعف قانونی کجا هست که اون به اصطلاح نفری که میخواد واحد صنفی ایجاد کنه، اول واحد صنفی رو ایجاد میکنه، بعد اگر که برخورد قانونی باهاش شد میره دنبال مجوز، اگر نداره کارشو انجام میده. یه سری شرکت ها هستن به خاطر سود بیشتر جنس تقلبی رو میفروشن، یه سری مغازه داره هم هستن که به خاطر اینکه دوباره سود بیشتر کنن اینو میخرن به جای اصلی میفروشن. قدیم خیلی کمتر بود چون جنس ها از اونور میومد، از خارج کشور میومد، ولی به خاطر تحریم یا این تولید داخلی اینا بیشتر شده. کلیات صنف ما نشأت گرفته از فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، یعنی داره خودش رو معرفی میکنه فروشندگان لوازم یدکی. خب به هیچ وجه حق فروش قطعات دست دوم اعضای صنف ما ندارند. از اول فروردین 1399 تا الان یه چیزی بالغ بر 2700 شکایت داشتیم. از این که ما به عنوان اتحادیه تعال کوتاهی کرده باشیم، هیئت مدیرم رو تبرئه میکنم که هیئت مدیر توی این قضیه دخالتی نداشته. کسانی بودن که واقعا جوازم داشتن، حرف اینجا هم دعوت شدن، باهاشون هم صحبت شده، ولی ادامه دادن. ما برای نوبت سوم چهارم دیگه به قول معروف با کت خدا منشی و با جانم عمرم باهاش رفتار نکردیم. حتما دستور پلمبش به اداره اماکن برای بستن دادیم. این قدرت ما نداریم که خودمان وقتی میبینیم یک شخصی یا یک واحد صنفی خلاف میکنه خب ببندیمش. در صد یه سلسله مراتبی رو با طی کنیم، از اتاق اعصاب تهران بخوایم، اتاق اعصاب تهران از اماکن بخواد،
اماکن هم تا نوبت به اون آقا برسه 5 روز طول میکشه. تقلبی که خب مثلا هستش زیاده تو بازار الان، چون واردات یه ذره ضعیف شده، اجازه نمیدن جنس اصلی بیاد، یه مقدار تولید کننده های ایرانی مثلا پوان دادن که تولید کنن، بعد به خاطر همین میان مشابهش خیلی میزنن تو جوای اصلی میذارن. فقط اینه که مثلا اون کسی که میخواد بفروشه، فروشنده باید تجربهش داشته باشه، جنسو بشناسه، به مشتری میخواد بده توضیح بده که این جنس با این برند مثلا این مشخصات این جوریه، به درد ماشینتون میخوره یا نمیخوره. بازرسان ما در 22 منطقه تهران اشراف کامل دارن و با قاعده سنفی که فرمان دارن بازرسی میکنن و روغن تقلبی نمیفروشن. روغن های تقلبی بیشتر در جاده ها و اطراف شهر یا بی پروانه هایی که در حاشیه شهر وجود دارن در محدوده مثلا تهران نیستن. مثلا شما تا کمربندی آزادی دور تهران هست، آزادگان، و بیشتر این روغن تقلبی در حاشیه شهرها و شهرستانهای اطراف و تولیدش هم در همون جاها انجام میشه. اگه شما مراجعه بکنید به محمد شهر کرج یا اشاره کرج، کارخونه های زیادی وجود داره که روغن تصفیه دوم و روغن های تقلبی پر میکنن. من بعضی وقت به عنوان کارشناس صنفی روغن تقلبی رو باز میکنم، خودم متوجه نیستم یا تقلبی یا نه. چرا؟ علت این برند از برند کارخونه معتبر استفاده کرده، استاندارد داره، آنالیزش همون آنالیزه، قوطیش همون قوطیه و کارتونش همون کارتونه. انا حالا برای نقدر از این کل تولیدات کارخونه ها باید تو سامان جامعه تجارت وارد بشه، اینا باید کود نقش بگیرن. شاید بعضی کود نقش نگرفتن که بیارن بهش تحویل بدن. این مشکل تقریبا اداری بود. انشاءالله این در روزه شاید چند ماه بیشتر هم نیست که این اتفاق افتاده، انشاءالله ماهای آینده این کنده بهتر بشه. چرا از ابتدا نظارت رو نداریم روی خرید و فروش برای مصرف کننده، برای منبع اصلی به مصرف، به در واقع فروشنده و در نهایت مصرف کننده؟ کی این اتفاق میفته؟ عرض خدمت شما، ما اینجا یک کمیسیون داریم به نام کمیسیون شکایات، یک کمیسیون به نام کمیسیون بازرسی داریم. ما معمولا کمیسیون بازرسی ما در صدر شهر بازرسی میکنه و اشراف داره. در هفته کم کم دو سه تا شکایتی رو داریم در هفته، ولی این شکایتی همه مربوط به دوران کار تقلبی نیست. در طول سال شاید یکی دوتا این اتفاق بیفته. یکی از مشکلاتی که صنف خودرو و مصرف کنندگانش مواجه شدن، خرید و فروش قطعات دست دوم فیک و تقلبی بوده. شما با این مشکل مواجه شدین که از پاگاه‌های غیر مجاز به شما کالای فیکی رو بدن به عنوان کالای دست اول و دارای مجوز؟ خیلی خیلی ما خرید نکردیم ازشون. پیشنهاد میدم، بعد بازاریا پیشنهاد میدن، کارت ویزیت دارم، اگه مارکه یک وارد کنم به مورد نمیخوره. الان من یه قطعه اینجا دارم، کمک چینی پاپری، بنده خدا برده کار نکرده، درجا روغن زده. به اتحادیه مرتبط مراجعه کردیم که اعلام بکنیم؟ بله بله، توجه نکردن اتحادیه. تا چندی پیش فیلتر وارد میشد. این فیلتر وارداتی متاسفانه از کشور چین وارد میشد با برندهای اروپایی و آمریکایی روز دنیا. پس از اینکه ما اومدیم این فیلتر رو توی کارتاب بردیم و صنایع با مجوز انجمن واردات رو در حال حاضر اجازه میده، یعنی اگر که فیلتری بخواد وارد بشه در کشور توانایی تولیدش باشه، به هیچ عنوان اجازه واردات نمیده. پدیده جدیدی ظاهر شد. پدیده جدید کارگاه‌های زیرپله‌ای هستند که با استفاده از همون برندهای اروپایی و آمریکایی دارن کالا تولید می‌کنن و مردم بیان که بدونن کالا که در حال حاضر دارن می‌خرن در خود ایران داره ساخته میشه با بی‌کیفیت‌ترین حالت ممکنه، چون هیچ اداره استانداردی به اون کالا تاییدیه نمیده. فقط یک شکل و ظاهره که شبیه برندهای اروپایی و آمریکایی شده، در دسترس ترویج روغنی‌ها قرار میگیره و مردم پول گزافی دارن میدن. یعنی
اعداد ارقام به گونه ای است که شاید میشه گفت شوکه کننده است. ما یه فیلتر خشک‌کن داریم. این فیلتر با جون مردم سر کار داره. اگه خاطرتون باشه توی یه دوره‌ای تمام این تریلی‌های هواهی ترمزاشون مشکل پیدا می‌کنن، میرن تو جمعیت و ماشین‌ها. اون به دلیل فیلتر خشک‌کنشونه. فیلتر خشک‌کن غیر استاندارد. سیستم بادشون باید رطوبتش رو بگیره نمیگیره این موضوع. این فیلتر عملیات رو انجام نمیده. ما تا حالا تو ایران از این فیلتر وارداتی نداشتیم رسمی، ولی تو بازار پر برند وبکو و برندهای دیگه خوشگون هست. اداره استاندارد ما نیاز به آپدیت شدن داره و نیاز به کنترل های دائمی داره. در کنار این تعذیراتی که فقط داره کار کنترل قیمت رو انجام میده، باید کنترل بکنه که خود کالا رو از کی خریدی. ما یه فیلتر داریم به اسم کابین. کابین خودرو، چیزی که شما موقع کولر استفاده کردن یا بخاری استفاده کردن دارید استنشاق میکنید، هوایی رو که از بیرون میاد از این فیلتر عبور میکنه و شما مصرف میکنید. یعنی با خود آدم سرکار دارید. متاسفانه اینجا هیچی وجود نداره. یعنی اینکه خب این کاغذش اصلا باید چه کاغذی باشه؟ این همین ماسکی که من و شما داریم میزنیم باید باشه. آیا هست؟ نه. خیلی خیلی معرفت داشته باشن این کارخونه های زیر پله ای میان کاغذ فیلتر هوایی که برای موتور ماشینه میذارن توی کابین. اگه نه که لایه چسب کت شلوار. و حالا شما فکر کنید توی زمستون توی سرما این هوایی که داره از لایه اینو رد میشه با چقدر عوامل سرطانزا وارد ریه ما میشه. آیا اصلا تعذیرات و امثال هم چیزی رو میتونن کنترل بکنن؟ نه. چون اصلا خبر ندارن، اصلا نمیدونن. به اسم فیلتر هوا تولید میشه. فیلتر خیلی حساسه برای ماشینا. معمولا هواکش که بعضی ها تولید میکنن، معمولا ما 4-5 تا کارخونه بلند داریم که هم فیلتر هوا هم فیلتر ماشین تولید میکنن، ولی بعضی ها متاسفانه زیرپله‌ای وجود داره در حاشیه شهر یا مثلا کار در منزل وجود داره، میرن هواکش تولید میکنن. این هواکش اگه استاندارد نباشه مشکلات داره برای ماشین رو وجود میاره. مثلا فران اینایی که میبینی هواکش رو میبینی در این وضعه، اینا از کاغذ ضعیف استفاده کرده، از این پلاستیکی که روش خراب شده واقعا ضعیف استفاده کرده، یا به این صورت تعداد لایه‌های کاغذ رو کم کرده و اینها 100% اون کیفیت رو که یه فیلتر استاندارد داره نداره. و امیدواریم که ما همین که الان اینجا موجوده این همین فیلتر تقلبی که بازرسان ما در 100% رفتن دیدن، این نمونه ای از اون جمع‌آوری ها است که جمع‌آوری کردن و حتی به اینا به تجارت هم فرستادیم. ولی برای اینکه ما کارساز باشه، من یه تقاضایی میکنم که کسانی که مصرف کننده هستن، ماشین دارن، برن تو واحدهای صنفی داره پروانه هستن و اونا از برندهای استاندارد استفاده میکنن و از اونا استفاده بکنن و بعد از اونا دریافت فاکتور داشته باشن که ما بدونم از کدام فروشگاه خرید کردن. اگه خدایی نکرده یه مشکل این پیش بیاد به اتحادیه شکایت بکنن، ما جوابگوی اون متقاضی هستیم. یعنی هیچ اعتباری رو این مسئله نه، این الان رو تازه گرفتم. ببین یعنی فیلتر های اتیم واقعا میان توی جای برند میپروشن و اینا رو در کارتون های برند میذارن و تو برند میپروشن. ترم که نمیدونه الان که یه تعداد کارتون هم گرفتن کارتون های برند و معتبره، برای اینکه مردم بخرن میذارن تو اون کارتون برند. کارتون کجا ساختن؟ کارتون سازا. خب بعد کارخونه باید چه کاری انجام بده؟ کارخونه وظیفه داره بیاد شکایت بکنه بر اونهایی که فروشنده هست، شکایت بکنه، برن دفاع بکنه برای استاندارد. معمولا سازمان تجربه حکومتی یکی دفاعش همینه. شما اطلاعات رو سندها رو در اختیار کارخونه قرار میدید؟ بله. انجمن فیلتر که فیلتر خودرو را نیز در لیست حمایتی خود جای داده، برطرف شدن مشکلات به وجود آمده در این حوزه را منوط به دست جنباندن متولیان وزارت صمت و اصناف زیر مجموعه آن می داند.
در بخش دوم این گزارش، معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت سمت و کارشناسان اداره نظارت بر اجرای استاندارد استان تهران، راهکارهای پیش گرفته شده برای جلوگیری از ادامه این وضع را مطرح خواهند کرد.